بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث‌ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می‌کند. بینش و پرسش. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم برنامه بینش و پرسش، با من عبدالرحمن محقق خوش آمدید. افغانستان یکی از کشورهای غنی از لحاظ منابع طبیعی در جهان به شمار می رود که ظرفیتی عظیم برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای اقتصادی منطقه را دارد. در سالهای اخیر امارات اسلامی افغانستان گامهای بزرگ در جهت بهره برداری معیاری و اصولی از این منابع برداشته و با جلب سرمایه‌گذاری های کلان داخلی و خارجی بستر توسعه و خودکفایی اقتصادی را فراهم ساخته است. سرمایه‌گذاری 415 میلیارد افغانی در 21 معدن بزرگ کشور که شامل طلا، آهن، یاقوت، کروماید، سمنت، زغالسنگ و سربجست می شود، نشان دهنده عزم جدی امارات اسلامی در تحقق این اهداف است. این سرمایه‌گذاری‌ها در ولایات مختلف کشور از غور و هرات گرفته تا کابل و قندهار می‌تواند نقطه عطف در پیشرفت اقتصادی افغانستان باشد. برای تحلیل بیشتر این موضوع صحبت می‌کنیم با محترم محمد عیسی مبارز، آگاه مسائل اقتصادی، که از طریق خط تلفن در برنامه وصل هستند. جناب مبارز، سلام، وقت شما بخیر. بسیار ذات تشکر از اینکه به برنامه فرصت گذاشتین. مبارز، به عنوان اولین پرسش اگر بپرسم این که امارات اسلامی در زمینه سرمایه‌گذاری معیاری در معادن افغانستان چه اقداماتی را در اولویت قرار داده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موفق سلام بر شما و تمامی همکاران شما و شنوندای رادیو ملی. علیکم سلام. جناب محقق صاحب، اول خوب باید ما شما در مورد معیاری ساختن قراردادها و یا انکشاف و اکتشاف و استخراج معادن، باید اول بدانیم که زمانی که قراردادها و یا استخراج معیاری می شود، اون پالیسی ها را باید ما در نظر بگیریم که پالیسی های جهانی باشد و در جهان قابل تطبیق باشد. و زمانی که اون پالیسی تطبیق شده باشد، یک منفعت خوب به دست آورده باشد. در اینجا ما شما که هستیم، یک با یک مشکل مواجه هستیم که یکی خویی است که ما قراردادهای افغانستان را به سطح جهانی به اعلان سپرده نمیتوانیم، که این شاهد ازی است که افغانستان رابطه همگانی با تمام کشورها، هم در بخش اقتصاد هم در بخش سیاست، تابال نداره. اگر ما شما میبینیم که افغانستان زمانی که با جهان امورابطه سیاسی و اقتصادی خوب تر داشته باشه، باز ما میتونیم که قراردادهای ما شما به سطح معیاری شود که به سطح جهانی باشد و جهانیان، سرمایه‌گذارهای خارجی هم بتوانند در این معادن ما شما شرکت کنند. دیگر این که ما شما میایم به خاطر از این که یال فعلا در این مشکلی که ما هم مواجه هستیم و این معادنی که استخراج میشود، بعضی هایش ظرفیت ازی را نداره که ما ایره به مثلا به سطح جهانی به نشر سپرده شود. ما میخواییم در داخل افغانستان و سرمایه گذاره که ما شما خود ما داریم و بخش دیگری که مختلط با مردم افغانستان، سرمایه گذارهای خارجی و افغانی مختلط در یک شرکت کار میکنند، ما میتونیم با این شرکت ها و معیارات و استانداردهای جهانی را در نظر گرفته، بعد ما شما قرارداد به اینها بسپاریم. اگر ما شما مثلا در این نظر داشته باشیم که این قراردادها باید گرفت و این قراردادها به سطح بین الملل است یا نیست، این ما شما چی وقت مثلا این را باید دیده بتانیم؟ در این مورد ما شما مردم، یکی خویی است که دولت میدانه، مردم میفهمه که قرارداد با چی ترنوا مثلا صورت گرفته. یعنی ما به خاطر از این که یعنی مردم بفهمه و مردم ما شما رهنمایی کنیم و مردم هم رضایت داشته باشه، باید در مورد قرارداد، هر قراردادی که صورت میگیرد و یا عهد میشه و امضا میشه، باید به مردم گفته شود. قرارداد که بینی سطح، بینی میار، بینی اندازه طلا دهی موجود است و بینی میار ما با اینها قرارداد و
بنبستیم و در نتیجه مواد خامش در داخل افغانستان پروسس میشه، تمام کارگرها افغانی میباشه و ماشینری که ضرورت است و از ماشینری خارجی استفاده صورت میگیرد و ما میتونیم به یک حتی هم به خودکفایی برسیم و هم یعنی قراردادی که صورت گرفته در آینده هم مردم شکایت داشته باشه و هم ما شما با مشکلات دیگری که مثلا مواجه میشیم این است که مردم و بالای دولت، بالای مردم که از این قرارداد خبر بودن و در این قرارداد هیچ نظر ندادن، باز در آینده اما اولادای ما شما یا اشخاص افراد دیگه که باید در این باشکار میکنن بر از اون مشکل ساز مبارسه. مبارسه حالا همین سرمایه گذاره ها چقدر میتونه به خودکفایی اقتصادی افغانستان کمک بکنه؟ جناب محقق صاحب، هر چقدر سرمایه گذاری که در افغانستان صورت میگیرد او اگر کوچکتر باشه و یا متوسط و یا بالاتر باشه، یا هر سرمایه گذاری برای ما شما یک منفعت خاص را دارا میباشه. ببینید ما شما میبینیم اگر در بخش مثلا معدن ما شما سرمایه گذاری میکنیم و معدن ریگ باشه، مثلا معدن سنگ باشه، سنگ مرمر باشه، باید به اندازه کوچک ما شما سرمایه گذاری میکنیم و از او استفاده از این بکنیم، باز ما میدانیم از این سرمایه گذاری کوچک ما یک سرمایه گذاری بزرگ هم در میتونیم رهنمایی کنیم و میتوانیم که اینمی سرمایه گذار کوچک ما شما میتواند به سطح متوسط هم قراردادها را به دست بگیرد. هر سرمایه گذاری را ما شما باید خوشبخت باشیم، باید بگیم که هر سرمایه گذاری در افغانستان برای ما شما خوبتر میشود. ارزش از سرمایه گذارهایی که در افغانستان سرمایه گذاری میکنند و در این بخش اینها تجربه را حاصل میکنند، اینها میتواند که در خارج هم سرمایه گذاری کنند. دیدی برای خاطر هر سرمایه گذاری ظرفیت های ما شما بالا میره، اشخاص افرادی که در این بخش کار میکنند او یک نام شرکتش در خارج هم ثبت میشود، در داخل افغانستان هم این انکشاف کرده میتواند. در بحثی از این سرمایه گذار میتواند که تمام از سرمایه یا عواید را که به دست آورد میتواند دیگر در دیگر بخش ها در افغانستان سرمایه گذاری کند که تا بتوانیم از مشکلات اقتصادی، از مشکلات امروزی که ما شما داریم، از مشکلات بیکاری با شما به امان. مبارس حالا شما چه فکر میکنین؟ معادن استخراج شده در ولایت های مختلف چه تأثیر میتونه بر توسعه محلی و ایجاد فرصت های شغلی در همان ولایات داشته باشه و در کل افغانستان؟ محقق صاحب، در هر جایی که شما اگر در بخش معدن سرمایه گذاری صورت میگیرد هم مزایا داره و هم مشکلات داره میباشد. به خاطر از اینکه ما نمیگیم که هر سرمایه گذاری که صورت میگیره او تمامش مزایای جامعه است، در اینجا مشکلات هم داره. یکی مثلا ما شما ببینیم اگر سرمایه گذاری صورت میگیره برای صحت مردم که در اونجا آب و هوا و اقلیم اروها را خراب میکنه، اگر به صحت مردم توجه نشه یک مشکل است. باید امیردو بخشش در نظر بگیریم تا بتوانیم که هم مردم بودن که یک استفاده درست از او معدن بکنه و از پهلویش به صحت مردم، به علمیت مردم، به خاطر ازی باید مکتبا باید بهش ایجاد شود، در به اطفال از کودکستان ها باشه، هم به ظرفیت آنها و هم به صحت آنها و هم به خدماتی که ضرورت دارن، مثلا مشکلات برقشان است، مثلا آب آشامیدنی است، این تمام در نظر گرفته شده باید ما میتونیم که بگویم که معدنی که در منطقه که مثلا ایجاد شده یا در اونجا استخراج میشود و مردم بالاش گذاری کرده اینی منفیت ها داشت. در پالوی از این مثلا ما شما باید مشکلات هم در نظر بگیریم، چون اگر در هر بخشی که سرمایه گذاری صورت میگیرد باید اشخاص افراد از او ناحیه زیاد باشد. ما ایتو نمیگیم که تمام مردمش از اونجا باشد، در اینجا ما اشخاص متخصص باید جای دیگه مثلا ما میتونیم اینطور نمیگیم که تمامش از افغانستان باشه، تمامش از ولایت مثلا کابل باشه، نه، از هر ولایت باید مردم کار کنه، در حمل و نقلش مردم ایفای وظیفه میکنه و در پهلوی از این اشخاص دیگر مسلکی که از خاص به افغانستان نه باید آنها هم در این بخش مصروف کار باشن. خوب تری از هر شخصی که در اون ناحیه یا در اون منطقه میباشد و یا
نشیمندی از اونجا می باشد باید برای آنها یک منفعت خاص برخوردار باشد، به خاطر که مردم بتواند هم از این معدنی که استفاده صورت از اینها خوبتر رستگی بتوانند و هم زندگی آنها یک قسم تغییرات می هست. ما پس به این هستیم که هر معدنی که اگر افراد افغانی اینها عهد قرارداد می کنند باید برای این نکات بسیار در نظر بگیرند. اگر این نکات ما در نظر نگیریم باز او قرارداد قابل تطبیق نیست و اگر تطبیق هم شود مشکلات های خود را داره می باشد و در آینده این مردم امو به خاطر هم حضرت و هم امو اشخاص افرادی بیرند رتبه ای که در این بخش تجربه داشت یا رتبه ای که در این قرارداد آنها را مقصر می دانند به خاطر از اینکه به اینها هم فرصت کاری داده نشده باشد نداده بود و هم خدمات را که اینها عرضه می توانست بسیار آسان‌تر بود اینها را سهیم نساخت. بسیار زیاد تشکر. شنوندگان محترم ادامه بحث را پس از یک وقفه کوتاه شنونده باشید. سلور دیرش 34 سلور دیرش سلور دیرش خبرونه برنامه 34 گفتگو با شنونده ها و مقامات در 34 ولایت افغانستان. در آوریدونکو مسئولینو سره خبری اتری در برنامه 34 سلور دیرش خپرونه با سلور دیرش خپرونه کی شرمندگان محترم برنامه بینش و پرسش دوباره به ادامه برنامه خوش آمدین. جناب مبارسه، ذخایر طبیعی که در افغانستان وجود داره و ارزش آن بسیار بلند هم تخمین زده شده، چی فرصت هایی را میتونه برای اقتصاد ملی کشور ایجاد بکنه؟ جناب محقق صاحب، اگر ما شما تمام نگاه ما شما به خاطر معدنای ما شما باشه و این معدن اگر استخراج درست صورت بگیره و همین راهکارهای را که امروز دولت ما شما در نظر گرفته و می مطابقت داشته باشه و از این هم دیگر هم خوبتر شود، این ما می توانیم که از اینمی ناحیه معدن افغانستان یک افغانستان ابرقدرت، یک افغانستان خودکفا در تمام جهان باشد. یکی خود ما شما می بینیم اگر ما بالای یک چیز کار کنیم، اگر بالای معدن خود کار کنیم، معدن خود پروسس کنیم، مواد خامش با مواد نیمکاره و بعدا کشورهایی که ضرورت دارند با آنها ارسال کنیم، می توانیم یک دستاورد از هم از عوایدش و هم مردمی که در اینجا به کار گماشته شده، این یک دستاورد بسیار بهتره. و دیگری که بالای جی دی پی ما شما یک تاثیرات مستقیم را داره می باشد. اگر تولید ناخالص ما شما چقدر خوبتر می شود، در اینجا مردم به خودکفایی نزدیک می شود. ببینید هر کشوری که خودکفایی آنها می توانند تمام امو کارهای خود را خود یا آنها به دست خود تشکیل کنند و به خود رهنمایی کنند. اگر ما مثلا می بینیم کشورهایی که اقتصاد خوبتر ندارد، خودکفایی نیستند، از ناحیه اقتصاد اینها متضرر هستند، تمام راهکارهای اینها را کشورهای دیگه برایشان تعیین کنند و با اساس از او اگر اینها پیش میروند هیچ وقت اینها پیشرفت داشته نمیباشند. به خاطر از این که آنها نمیدانند که در کدام ناحیه در مثلا در کشوری که مثلا اقتصاد خوبتر نداره باید کدام راهکارها را در نظر بگیرند. چون ما در اینجا میخواهیم به خاطر از این اگر بالای معدن افغانستان خوبتر هم کار شوه هم استفاده درست صورت بگیرد ما شما خودکفا میشیم. باز ما میتونیم اگر بالای یک بند برق خود، اگر بالای انرژی خود، اگر بالای تنظیم خود، اگر بالای امی زمین ها و زراحت خود کار کنیم، باز ما میتونیم که یک تصاورد خوبتر داشته باشیم. هر پلانی که ما شما در نظر میگیریم اون پلان قابل تطبیق میباشد. ببینید شما همیش در جهان سیوم پلان هایی که تطبیق میشد و قابل تطبیق نمی باشد و مردم با بسیار با امرایش مشکل داشته می باشد. شما ما کشورهای پیشرفته رو بین هر پلان که تطبیق میکند پلانشان نتیجه میده. این مشکل از چی است؟ این مشکل از این است که پلان آنها را خود آنها در نظر گرفته. پلان
استراتژی تمام جهان سیوم کشورهای غربی و کشورهای ابرقدرت اقتصادی در نظر میگیرند. ما میخواهیم اگر از معادن افغانستان استفاده صورت بگیرد، ما و شما خودکفا میشویم و تمام پلانها را خود ما تصمیم گیریم و خوبتر تطبیق داده میتوانیم، به خاطر که هم پلان ما و شما ساختیم و هم قابل تطبیقش خود ما و شما میباشیم. بهتری از هر چقدر بالای از این معادن کار صورت میگیرد و خوبتر استفاده شود، فیشش استفاده صورت بگیرد و با کشورهایی که با قیمت خوب ما شما میتونیم این را به فروش برسانیم، با آنها ما شما رابطه داشته باشیم، افغانستان مستقیم در بسیار کم وقت میتواند که یک تغییر خوبتر را در راستای اقتصاد در راستای تجارت داشته باشه. مبارسب، شما هم در جریان هستین که بعد از پیروزی امارت اسلامی در افغانستان توجه سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در افغانستان بیشتر شده و اینها علاقه‌مندی بیشتر پیدا کردن. میخوایم بپرسم که حالا امارت اسلامی چگونه توانسته که اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه گذاری در معادن جلب کنه؟ مرخصه بیگه است که قبلا ما یک مشکل داشتیم که در هر صاحب اصلا اگر سرمایه گذار میخواست گذاری کند و آنها با مشکل امنیتی مواجه میشدند. یک مشکل امنیتی یک قرار آن بحث مهمی که مردم افغانستان داشتن و مشکلاتی که تا امروز افغانستان پیشرفت نتانه نمی بود که امنیت نبود. نبود امنیت یک سرمایه بزرگ است. امنیت یک سرمایه بزرگ است. ما شما میتونیم از هر منطقه از هر گوشه‌ای که بخوایم در اینجا سرمایه گذاری کنیم، ما شاید منفعت خوبتر را به دست بیاوریم. امروز اگر سرمایه گذار میخواد اگر داخلی باشه خارجی باشه، بخواد در بدخشان، بخواد در لوگر، در هر منطقه افغانستان اینها سرمایه گذاری کنه و در اونجا فرصت سرمایه گذاری باشه و خاطر نشان شده باشه که در اینجا شما سرمایه گذاری کنه و او بتوانه مثلا خوبتر امو اجناسی که اینها میخواین استخراج کنن و از او استفاده صورت بگیرد و تمام ماشینری در اونجا انتقال بتد. اگر امنیت باشه اینها میتونن خوبتر همین تمام پروسی تولیدی را بالای آنها خوبتر انجام بتد. اگر امنیت نباشه ما شما با این مشکلات مواجه میشیم. این مشکلات ما شما این که ما شما در نقدر سالا نتوانستیم که همین خودکفایی خود، از این معدن خود، از این زراعت خود، از این مالداری خود، از این ظرفیت هایی که ما شما ما میخواییم که بهترین راهکار و خوبترین اینمی است که ما شما امنیت داریم و بعدا اگر امنیت باشه برای سرمایه گذارها هم بتوانند در اونجا سرمایه گذاری کنند. در شما میبینید که در تمام اصلاحات افغانستان مردم سرمایه گذاری میکنند و در اونجا کار جریان دارد. هر چقدر این کار وسعت پیدا میکنند مردم هم خوب باثبات میشه، مردم خوبتر میشه که در دیگر بخش ها هم یک کارهای دیگر را هم انجام بده. ما میخواییم که در این بخش در این دولت کلونی کدام امنیت رکه آورده و مردم تشویق میسازند و بخش اقتصاد مردم تشویق سازند، این خوبتر است. دیگر هم باید در این بخش این نیست که مثلا دیگه این طور که بس است، در این بخش دیگر هم باید اینها کار کنند تا بتوانند افغانستان خودکفا شود و افغانستان یک دو تجارت خوبتر داشته باشد، یک اقتصاد خوبتر را داشته باشد. مبارسب، شما چه فکر میکنید نقش امارت اسلامی در تکمیل مطالعات جیولوژیکی و جیوفیزیکی و آماده سازی معادن برای واگذاری به داوطلبان چیست؟ مؤخص هر امو پلان را که اینها در نظر گرفتند و هر متخصصی که در این بخش کار نموده و در هر راستای یا در بخش جغرافیای ما شما استفاده خوب در صورت گرفتند، این است که اگر در این مورد در این بخش ما شما اشخاص مسلکی نمی داشتیم، در این بخش دولت ما شما با اشخاص مسلکی فکر نمی کرد و تمام معادنی که در افغانستان وجود دارد بالای از او کار صورت نمی گرفت و او تشخیص نمی شد، اکتشاف نمی شد و مقدارش اما اندازیش و راهکارهایی دید که کدام با کدام راهکارهایی باید این معدن استخراج و این اگر اینها نمی دانستند باز ما نتوانستیم که اینه مقدر گفره که امروز ما بالای معدن می زنیم اینه می گفته نمی توانستیم. هرچی قدر که اشخاص مسلکی در این دولت باشه و بالای از این کار شوه و در این ما شما هر ماده ای که امروز در افغانستان موجود باشه، ماده قیمتی باشد، با شناسایی صورت بگیرد و بعد با جهانیان همین ماده را ما شما معرفی کنیم، ما شما می دانیم یک
دستاور در این بخش داشته باشیم و می توانیم تمام اجناسی که تمام معدنی که در افغانستان موجوده به مردم به معرفت بگذاریم. علمی حالت کنونی توانسته است که با تمام جهانیان و با تمام سرمایه‌گذاران تمام معدن به معرفت گذاشته و مردم آگاه ساخته. اگر در این بخش ها در افغانستان سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، منفعت آنها را خاطر تشکر. اگر در این بخش ها را برها معرفی نداشته باشد، اینها چه خبر بشه که در افغانستان معدن است و مردم سرمایه‌گذاری کنند؟ بسیار زیاد شکر مبارسه. به عنوان اخیرین پرسش میپرسم این که حالا در بلند مدت و در آینده ها چه طرحها برای استفاده بهینه از منابع طبیعی افغانستان و تبدیل آن به یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای از دید شما میتونه وجود داشته باشد تا افغانستان را به گونه واقعی به یک قدرت اقتصادی مبدل کند؟ اگر ما بخواهیم که افغانستان به یک قدرت اقتصادی مبدل شود، باید ما بالای چند بخش خود بسیار کار کنیم. یکی در بخش مسلک، در بخش ظرفیت سازی. اگر مثلا ما شما ظرفیت خوبتر داشته باشه، ما شما یک اقتصاد خوبتر داریم. اگر بالای مسلک خود کار کنیم، یک مسلک خوبتر، اقتصاد خوبتر به دست میاریم. اگر سرمایه گذاری ما شما هر چقدر مکانیزم میشه و هر چقدر تکنولوژی ما استفاده از تکنولوژی صورت میگیرد، ما شما خود کفا میشیم. امروز دیدی جهان تمامش به تکنولوژی عیار گردیده، هر طبیعتش قابل است که با کدام تکنولوژی، با کدام وقت، با کدام زمان و با چی راهکارهایی را اینها در نظر تکنولوژی استفاده از تکنولوژی اینها میتوانند که اقتصاد خود را خوبتر بسازند. دیگه ما میتوانیم اگر در این بخش، مثلا در بخش تکنولوژی، یک تحصیلات خوبتر داشته باشیم، مثلا افراد مسلکی داشته باشیم، ماشینری خوبتر را در این بخش داشته باشیم، ما شما میتونیم که در هر بخش، در هر عرصه ما شما خوبتر بروخشیم. اگر مثلا این روز بازار جهان شما میبینین تمامش به تکنولوژی مبدل شده، اگر تکنولوژی باشه بازار درست خوبتر شد. اجناس خود را به اساس انترنت به مردم واگذار میسازند. آنها تقاضای زیر دارد که اینقدر اجناس به اینقدر قیمت بسیار به وقت کم و میاد کم میتونند که اجناس خود را به فروش برسانند. خوبتری است که افغانستان مبدل به تکنولوژی شوه و هر چقدر ما بالای تکنولوژی سرمایه گذاری کنیم، به همو اندازه افغانستان خودکفا میشود. بسیار زیاد تشکر مبارز از این که به برنامه فرصت گذاشتین. شما همچنان. و شنوندگان محترم برنامه بینش و پرسش شما هم جهان سپاس که تا این دم شنونده برنامه بودین. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.